دوستان بسیار عزیز سلام، من حمید پویان هستم، به چنل افغان پویان خوش آمدید. شاید زیاد شما شنیده اید درباره ناپدید شدن اسرارآمیز هواپیماها که بعضی آنها مبنی بر سقوط بعداً در جنگل‌ها یا در بین کوه‌ها پیدا شده‌اند، ولی بعضی آنها همچون معما باقی مانده‌اند چون هیچ یک اثری از سقوط آنها یافت نشده و طور عموم در تاریخ هوایی جهان زیاد همچون اتفاقات رخ داده که سوالات زیادی را ایجاد کرده و هیچ کس تا به حال به این سوالات جواب دادن نمی تواند. ولی حتی در بین این اتفاقات یک اتفاق وجود دارد که در روزنامه ها و اینترنت همه را شوکه ساخته. بله، ویدیو امروزی ما درباره پرواز 914 کمپانی پان امریکن از 22 جولای سال 1955 می باشد که برگشت و نشست آن را زیاده به نام تایم لپس یاد می کنند. این ترمینولوژی نام فارسی ندارد، ولی می توان آن را بند ماندن در حلقه زمان ترجمه کرد. به اساس معلومات به دست داشته، 22 جولای سال 1955 هواپیمای دوگلاس DC-4 کمپانی هوایی پان امریکن از شهر نیویورک به طرف شهر مایامی با 53 مسافر و 5 عضو خدمه پرواز می کند. ولی به هر صورت بعد از 3 ساعت از پرواز هواپیما به میدان مایامی نشست نمی کند. نظر به راپور دسپچ، هواپیما از روی پرده رادار ناپدید می شود. واضح است که دولت و سرویس های اولیه از تمام امکانات خود برای جستجوی هواپیمای گم شده استفاده می کنند. ولی بعد از چندی و بعد از ختم عملیات جستجو، آنها حتی یک ثبوت کوچک از سقوط آن هواپیما را هم به دست نمی آورند. عملیات جستجو بعد از 2 هفته ختم می شود و بعد از 6 ماه دوسیه آن را بسته می کنند و می نویسند که اسرارآمیز ناپدید شده. در زمان معاصر همه درباره پرواز 914 کمپانی پان امریکن فراموش کردند و اسناد این پرواز تراژدی در آرشیو ها در زیر خاک و کاغذ ها گم شدند و اسرارآمیز این پرواز ناگهان خود را نشان می دهد و آن هم اسکلت هواپیما در زیر بحر نه، بلکه در یکی از فرودگاه های کشور ونزوئلا بعد از 37 سال از پرواز. برایتون این تعجب آور است؟ از همه کرده تعجب کرده بودند کارمندان فرودگاه کاراکاس در سال 1992 وقتی به سر میدان هواییشان هواپیمایی پدید می شود که در جدول پروازها درج نشده بود. هواپیما را دسپچ از تاور میدان می بینند، ولی آنها زیاد شوکه شده بودند که رادار آن هواپیما را نشان نمی داده. با تقاضای دسپچ برای ارتباط رادیویی، پیلوت پرواز 914 با صدای لرزیده و ترسیده جواب می دهد که او پرواز 914 را از نیویورک به مایامی انجام می دهد و همچنان می گوید که در داخل هواپیما 53 مسافر و 5 عضو خدمه را دارد. بعد از آن پیلوت با تعجب می پرسد که من در کجا هستم، چون این فرودگاه برای او آشنا نبوده. دسپچ جواب می دهد که این فرودگاه کاراکاس می باشد و برای هواپیما اجازه نشست را می دهد. پیلوت چیز جواب نمی دهد، ولی بعد از نشست آواز لرزیده و ترسیده او ثبت شده که از کسی در داخل هواپیما می پرسد جیمی ای چی است؟ پیلوت از دیدن هواپیماهای جدید ریاکتیو خیلی شوکه شده بوده و ترسیده بوده، چون در زمان پرواز او در سال 1955 همچو هواپیماها هنوز وجود نداشته و بالاخره وقت پرواز اسرارآمیز 914 نشست می کند در یکی از خطوط میدان، دسپچ ها تکان نفس کشیدن عمیق پیلوت را می شنیدند و بعد از چند دقیقه او می گوید در اینجا چی رخ می دهد؟ این همه چی است؟ ولی بعد از آن که برایش گفتند که امروز 21 می سال 1992 است، حالت در داخل هواپیما به جوش می آید. دو و کلمات پوچ و خارج از چوکات شنیده می شوند. پیلوت فریاد می زند که این ناممکن است. کارمندان فرودگاه بیفایده زیاد کوشش کردند که پیلوت را یک اندازه آرام بسازند. و بعد از آن که برایش خبر دادند که سرویس زمینی میدان به طرفشان حرکت کرده، آنها کاملا از کنترل اخراج می شوند. دسپچ از تاور میدان می شنود پیلوت ها بین هم خیلی احساساتی صحبت می کنند و زیاد ترسیدند. آنها به هم دیگر می گویند که هیچگاه چنین چیزی را ندیدند و نشنیدند. شاید مقصد آنها چار اطرافشان بوده. هواپیماها و ترمینال های نو و مدروز آنها را کاملا شوکه ساخته بودند.
چون چیزهایی که آنها در اطراف هواپیمای خود می‌دیدند امکان نداشته وجود داشته باشد در سال 1955. کارمندان سرویس زمینی میدان هم زیاد شوکه شده بودند وقتی آنها به هواپیما نزدیک می شوند. یک هواپیمای خیلی مدل کنه دوگلاس DC-4 را می بینند. هواپیمای چهار ماشینه آمریکایی که از سال 1937 تا 1947 تولید می شده. و همان طوری که فهمیدید از خیلی ها قبل دیگر تولید نمی شدند. آنها همچنان از پنجره های هواپیما چهره های ترسیده و شوکه شده مسافرین را می بینند. کاپیتان هواپیمای DC-4 شیشه پنجره را یک اندازه باز می کند، دست خود را بیرون می کند و با مجله داخلی پرواز به زمین نشان می دهد که نزدیک نیایید و به هواپیما تماس نکنید. این حالت چندین دقیقه طول می کشد و بعدا پیلوت ماشین هواپیما را روشن می کند و به حرکت شروع می کند. تمام تقاضای دسپچ که متوقف شود و در جای خود باقی بماند از طرف پیلوت نادیده گرفته می شود و هرگز دوباره جواب نمی دهد. بعد از آن هواپیما به آسمان بالا می شود و در عقب ابرها ناپدید می شود. جالب است که آیا پرواز 914 توانسته دوباره به زمان خود برگردد معلوم نیست. در پهلوی همه اثبات به دست داشته، در فرودگاه کاراکاس جنتری سال 1955 که از مجله داخلی پرواز در وقت دست بیرون کردن پیلوت به زمین افتاده و ثبت صدای پیلوت در وقت مذاکرات موجود می باشد. این قضیه اولین بار در مجله ویکلی ورلد نیوز به نشر می رسد که بعداً آن را روزنامه های زیادی به نشر رسانیدند. من نمی توانم قضاوت کنم که واقع دارد یا خیر، ولی شما چه فکر می کنید؟ آیا شما قبلا درباره این پرواز شنیده اید؟ من این را به قضاوت شما می گذارم. لطفاً ویدیوی هفته گذشته ما که شما را با 12 بزرگترین تحولات سال 2020 معرفی نمودیم همچنان تماشا نمایید. اگر این ویدیو مورد پسندتان قرار گرفت لطفاً فراموش نکنید لایک، شیر و سابسکرایب. من حمید پویان هستم. تا ویدیوی بعدی شما را به خداوند یکتا می‌سپارم. خداوند یار و مددگارتان باد.